سلام و وقتتون بخیر. خب با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم. خیلی ها در این مدت پیغام دادن، سوال پرسیدن که شاخصه ترس و طمع یا fears and greed چیه و greed در واقع fears and greed که شاخصه ترس و طمع چیه، fears and greed and چه تأثیری رو بازار داره و این مسائل. در این مورد خیلی سوال پرسن چون یه مدته که شروع شده، یه خورده بیشتر ازش استفاده میشه و افرادی که حالا در بازارهای مختلف دارن ترید میکنن کم کم دارن به این توجه میکنن. شاخصه ای هستش که حالا توضیح میدم از کجا شروع شده تو این ویدیو و چطوری سنجیده میشه، به چه دردی میخوره و ما چطوری میتونیم از اون در معاملات خودمون استفاده کنیم. یه سری اسلاید براتون آماده کردم، اجازه بدید بریم رو تصویر و رو اسلایدها پیش براتون توضیح بدم. خب شاخصه ترس و طمع یا اسم درست انگلیسیش fears and greed شاخصه ای هستش که بین یک تا بین صفر تا بگیم بین صفر تا صد به این صورت نمایش داده میشه. یعنی شما اگر اینو بررسی کنید، چیزی که رو تصویر میبینید، چیزی که تصویرتو به دست میارید، به این صورت حاوی یک سری علائمی هستش، یه سری عدده که نشون دهنده اینه که در یک هفته، در یک ماه و در یک سال به چه صورت بوده و همینطور در زمانی که اون بازار بسته شده در روز قبل. اما این چطوری سنجیده میشه؟ اما قبل از که ببینیم چطوری سنجیده میشه، اجازه بدید بگم که شاخص ترس و طمع شاخصی هستش که توسط CNN مانیت ساخته شده به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، همونطور که روی این تصویر قبلی دیدید. به این صورت به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه میاد یه سری مسائل رو اندازه گیری میکنه و این چیزی که اندازه گیری میکنه بیشتر احساسات اصلی رو اندازه گیری میکنه، احساسات حاوی بازار، احساسات که در بازار وجود داره و میزان تمایل سرمایه گذارا در بازارهای سهام، حالا یا در بازارهای فقط سهام نه، حالا ما اینجا نوشتیم بازارهای سهام ولی به صورت عمومی استفاده میشه، در بازار سهام، در بازار ارزها، ارزهای مجازی و برای همه بازارها میتونه استفاده بشه. از نظر تئوری این شاخص برای ارزیابی اینه که آیا بازارهای سهام یا حالا عرض کردم خدمت، حالا این بازار سهام یه مثال میتونه برای بازارهای نمادهای مختلف باشه، برای بازارهای سهام باشه، برای بازار کالا باشه، ارزهای مجازی، میتونه مشخص کنه که ارزش گذاری که الان وجود داره، یعنی اون قیمتی که وجود داره، قیمت عادلانه هست، قیمت واقعیش هست یا نه، قیمت منطقی هست یا نه. این بر این اساسه که بر اساس این منطقه که میگه ترس بیش از حد تمایل به پایین اومدن قیمت اون نماد رو نشون میده و طمع بیش از حد بازار نشون دهنده تمایل به تأثیر متضاده، یعنی تمایل بیش از حد هم تأثیر متضاد میتونه داشته باشه، باعث کاهش قیمت بشه. پس این حرص و طمع باید در یک محدوده خاصی باشه تا بتونیم بگیم که مثلا در این محدوده، یه سولوشن مثلا بین 0 تا 100 اگر در نظر بگیریم. حالا اجازه بدید ببینم براتون توضیح بدم به چه صورت اصلا شاخصه سنجیده میشه و بعد از اینکه این شاخصه عرض کردم چطوری سنجیده میشه، عرض میکنم خدمتتون که حالا اون نمادها، اون عددها هر کدوم به چه معنی هستن. ببینید اول اینکه پیشفرضی که این وجود داره، بر اساس این پیشفرضی که ترس بیش از حد میتونه منجر به این باشه که تجارت سهام زیر مقدار واقعیشون، زیر ارزش واقعیشون، یعنی اگر ما یه ترسی داشته باشیم باعث میشه که پول کمتری به چیزی بپردازیم، یعنی ترس داشته باشیم که چه اتفاقی داره میفته، اون اعتماد رو نداشته باشیم. و طمع و حرص بیش از حد یا غیر قابل انکار هم میتونه منجر به افزایش قیمت سهام بشه، اما نه طمع خیلی خیلی زیاد. CNN 7 تا عامل اصلی رو اومده بررسی کرده، یعنی میگه که برای اینکه شاخص ترس و طمع رو ما بدونیم در بازار به چه صورته، میاد 7 تا عامل رو بررسی میکنه و این 7 تا عامل رو بین 0 تا 100 میاد چیز میده، بهشون امتیاز میده و میانگین اون امتیازها، جمع اون امتیازها با هم دیگه و میانگینشون عدد نهایی رو تشکیل میده. این 7 تا چه چیزهایی هستن؟ این 7 تا مورد یکی قیمت سهام در اون لحظه یا قیمت زنده سهام، لایف پرایس، یعنی حالا ترجمه فارسیش دقیق نمیدونستم چی باید بنویسم، میشم قیمت زنده سهام، یعنی قیمت اون نماد در اون لحظه که اندازه گیری شاخص استاندارد S&P 500 یا استاندارد پور در میانگینه در برابر، یعنی قیمتش رو میاد در یک شاخصه که یعنی برای که وضعیت بازار سهام مثلا تشخیص بده، میاد میانگین حرکت 50 روزش رو در مقابل قیمت الانش میاد با هم مقایسه میکنه. یه فرمولی داره که حالا ما نمیخوایم وارد اون فرمولا بشیم، میاد مثلا برای بازارهای سهام میاد چیکار میکنه، میاد اون قیمت شاخص S&P 500 رو، قیمت کنونیش رو در برابر مقایسه میکنه با قیمت میانگین حرکتی 125 125 روزش.
یعنی میانگین حرکتی 125 روزه و قیمت کنونی با هم میاد مقایسه میشه. حالا اگر این برای نماد مختلف باشه، مثلا اگر برای بازار طلا باشه، میشه قیمت کنونی بلوه قیمت کنونی رو مقایسه میکنه در مقابل قیمت میانگین حرکت 125 روزه یا هر نماد دیگه. قدرت قیمت سهام، این مثلا تو بازارهای سهام مثلا میخوایم حالا اینو من برای استاندارد اند پور مثال میزنم، شما همینو، یعنی اس ام پی 500 مثال میزنم، شما همینو میتونید برای داو جونز به کار ببرید، همینو میتونید برای بازارهای سهام به کار ببرید، برای بازارهای ارزهای مجازی، برای بازار ارزها و برای دیگران. قدرت قیمت سهام، این قدرت قیمت سهام اینطوری محاسبه میشه که میگه که مثلا سهامی که عضو اس ام پی 500 هستن، میگه که میانگین 52 هفته قیمت ها اینا رو در نظر میگیره، میگه مقایسه میکنه چه تعدادی از اون سهام اس ام پی 500 در حال حاضر بالاتر از قیمت میانگین 52 هفته محاسبه قرار دارن، چه تعدادی پایین تر از میانگین 52 هفته، یعنی قیمت سهام تک تک این شرکت هایی که لیست هستن در اس ام پی 500 میانگین 52 هفته ایشون رو مثلا میگه که مثلا میانگین 52 هفته ای مثلا چه میدونم مثلا اپل مثلا بوده $410 در حال حاضر بالاتر از 400 مثلا میانگین 52 هفته ایش که $410 یا پایین تره. به همین صورت میاد همه شرکت های عضو رو میاد بررسی میکنه. خب پس اینطوری تعداد سهامی که بالاتر از میانگین 52 هفته هستن و کمتر از 52 هفته هستن، این یک عامله، یعنی عامل دومه. عامل سوم که اندازه گیری میشه در شاخص ترس و طمع، وسعت قیمت سهامه. وسعت قیمت سهام یعنی تجزیه و تحلیل حجم معاملات سهام در حال حاضر، در حال افزایش یا در حال کاهش، یعنی وسعت یا حجم قیمت قیمت‌هایی که داره سنجیده میشه. ما دو جور سنجش داریم دیگه، ما میگیم که مثلا یه جور داریم میگیم که تعداد معاملاتی، که میگیم حجم معاملات. حد میگه که در این وسعت قیمت سهام میاد حجم معاملات رو میسنجه که حجم معاملات آیا در حال افزایش یا در حال کاهش، که اونم بین 0 تا 100 میاد بهش چیز میده، بهش امتیاز میده. عامل بعدی تعداده، یعنی اینجا دیگه کاری به حجم نداره. تو عامل قبلی ما حجم بازار رو میسنجیدیم، حالا تعداد پوزیشن های خرید و پوزیشن های فروش رو عامل بعدی میاد بین 0 تا 100 امتیاز میده، که این هر چقدر تعداد پوزیشن های در واقع پوزیشن های خرید معامله گرا بیشتر باشه، نشان دهنده طمع بیشتر یا نشان دهنده اعتماد بیشتر در بازاره. هر چقدر پوزیشن های فروش بیشتر باشه، نشان دهنده ترس در بازار، که باعث میشه در واقع نشان دهنده کاهش تقاضا هستش. عامل بعدی هم تقاضا تقاضا برای اوراق قرضه کم ارزش‌تر رو در بازار میان نگاه میکنن، که ببین ما یه سری اوراق قرضه داریم، اوراق قرضه که خب مسلما میدونید چی، اگر نمیدونید ویدیو در این مورد داریم که اونو ببینید لطفاً، که این اوراق قرضه چی هستش. اما ما یه سری اوراق قرضه مطمئن داریم، یه سری اوراق قرضه پر ریسک داریم. میاد میسنجه که سنجش اشتهای بازار برای استراتژی‌های پر ریسک‌تر، یعنی میاد میگه که خب اوراق قرضه‌ای که کم ریسک بالاتر دارن در حال حاضر چقدر خریدار داره، چقدر طرفدار داره. اینم یک نسبتی داره بین 0 تا 100 که اینم یه امتیازی بهش داده میشه. و عامل بعدی نوسانات بازار. CNN میاد شاخص ناپایداری معاملات بازارهای شیکاگو که بهش میگن VIX Volatility Index Chicago، Chicago Volatility Index، عامل پس شاخص ناپایداری معاملات بازارهای سهام شیکاگو رو میاد اندازه گیری میکنه که شاخص VIX میاد میگه که تمرکزش منتها در قیمت الان VIX نیستش، تمرکزش رو عدد میانگین 50 روزه گذشته VIX رو میاد بررسی میکنه، میگه میانگین VIX در 50 روز گذشته چی بوده. و عامل هفتم تقاضا برای پناهگاه های امنه، اینکه تفاوت بازده یا سود سهام در مقابل بازده اوراق قرضه، یعنی میگه که تفاوتی که سود سهام داره و تفاوتی که اوراق قرضه داره، اینا رو میاد چیکار میکنه، اینا رو میاد مقایسه میکنه، که از این مشخص میشه که تقاضا برای پناهگاه های امن چقدر، یعنی سود اینها، سود اوراق قرضه چقدر، سود سهام چقدر، سود بازارهای سهام چقدر. و این نشون میده که هر چقدر سود اوراق قرضه بیاد پایینتر، یعنی اینکه تقاضا برای پناهگاه های امن بیشتره. پس هفت تا مورد شد، یه مرور کوتاه بخوام بکنیم اون هفت تا مورد چیه. قیمت بازار در قیمت کنونی سهام در مقابل، یعنی مقایسه میشه با قیمت میانگین 125 روزه گذشته. عامل بعدی قدرت سهام، محاسبه تعداد سهامی که بالاتر از میانگین 52 هفته ای هستن و پایین تر از 52 هفته ای در بازارهای نیویورک ها برای S&P 500 اون مثال. و وسعت قیمت سهام یعنی حجم معاملات داره، میزان حجم معاملات چقدر داره بیشتر میشه یا کمتر. عامل چهارم میزان تعداد پوزیشن های خرید و فروش رو میان با هم مقایسه میکنن. عامل پنجم تقاضا برای اوراق قرضه کم ارزش در بازار رو میان نگاه میکنن که چقدر
هر چقدر اوراق قرضه کم ارزش در بازار تقاضاش بیشتر باشه، یعنی که وضعیت بازار، ریسک بازار کمتره. و نوسانات بازار که شاخص وی آی ایکس شیکاگو، بازار سهام شیکاگو رو شاخص نوسانات معاملات بازار شیکاگو منتها قیمت میانگین 50 روز گذشتهش رو میان بررسی میکنن. و در آخر گزینه هفتم که بررسی میشه براش، تقاضاها برای پناهگاه های امنه که بر اساس تفاوت سود سهام و تفاوت سود اوراق قرضه یک رابطه‌ای داره، نسبتی داره که اینا سنجیده میشه. همه اینها مسلما یه سری فرمول های مخصوص خود، یعنی همه این هفت عامل یه سری فرمول دارن که بر اساس اون فرمول سنجیده میشه، که حالا ما نیازی به دونستن اون فرمول نداریم. دوست داشته باشید میدونید تو گوگل سرچ کنید فرمولاش به دست میاد، ولی خب اون فرمولا به درتون نمیخوره. مهم اینه که در نهایت عدد 0 تا 100 شاخص ترس و طمع یا fears and greed رو بدونید چیه، که بین 0 تا 100 اندازه گیری میشه با در نظر گرفتن میانگین وزنی هر یک از این، در واقع میانگین وزنی همینا رو با مقایسه میکنن، یعنی اینا رو همه رو با هم جمع میزنن تقسیم بر 7 میکنن. 50 یعنی عدد خونسا، وقتی که رو فیرزن ببین وقتی رو 50 قرار میکنه، بعد میگم رو تصویر، وقتی رو 50 قرار داره یعنی اینکه اینجا وقتی رو 50 قرار داره یعنی اینجا، یعنی که وضعیت بازار وضعیت خونساست، یعنی وضعیت ترس و طمع یه چیز برابره. هر چقدر این کاهش پیدا کنه، کمتر از 50 بشه، به سمت صفر بیاد، یعنی که میزان ترس در بازار بیشتر میشه. و هر چقدر از 50 بیشتر بشه، بره به سمت 100، یعنی که میزان طمع در بازار بیشتر میشه. به صورت کلی هر چقدر میزان ترس بازار بیشتر بشه، یعنی اینکه وضعیت در بازار نزولیه، وضعیت به سمت فروشه اون نماد هست. و هر چقدر بالاتر از 50 باشه، یعنی بازار حریص‌تره، بازار دوست داره که روند صعودی خودش رو ادامه بده و حمایت بشه از روند صعودی. خیلی از محققا اعتقاد دارن که حرص و طمع مثل عشق، این قدرت رو داره که رو مغز انسان تأثیر بذاره. یعنی هر چقدر طمع بازار بیشتر میشه، ما از احساساتمون دور میشیم و نتیجه گیری منطقی دیگه نمی کنیم، میایم به سطح تحریک میشیم، به سطح احساسی عمل کنیم. هرچند تحقیقات تحقیقات عمومی هنوز تأثیر بیوشیمی این روی نحوه تصمیم گیری ها مشخص نشده که دقیقاً چقدر به چه صورت، اما وقتی که صحبت از آدم یا انسان و پول میشه، ترس و طمع میتونه که در واقع انگیزه های قدرتمندی باشه برای تغییرات بازار. خیلی از سرمایه گذارهای احساسی و ارتجایی هستن که ترس و طمع ضربای خیلی سنگینی رو بهشون وارد کرده در معاملاتشون در بازارهای سهام. و اقتصاددانایی که تو بحث روانشناسی اقتصاد، یعنی رو روانشناسی بازار بیشتر کار میکنن، از این دادا به عنوان یه پشتوانه استفاده کردن و به همین دلیل دیدن که این دلیل قوی میتونه باشه برای تغییر قیمت‌ها در بازارهای سهام. و همین عامل هم باعث شده که در بررسی قیمت‌های، یعنی در این در بشه جزئی از اون هفت تا عامل که برای شاخص ترس و طمع اندازه گیری میشه. این یه کلیتی بود در مورد شاخص ترس و طمع، امیدوارم که به دردتون خورده باشه و اصلا بدونید که شاخص ترس و طمع چیه. پس ما متوجه شدیم که توسط CNN ایجاد شده و از هفت تا عامل بررسی استفاده میشه، از هفت تا عدد استفاده میشه برای اینکه ببینیم که وضعیت ترس و در وضعیت طمع در بازار به چه صورته و تاثیرش رو در بازار هم عرض کردم خدمتتون به چه صورته. پس بین 50 میشه عدد خونسا، کمتر از 50 میشه وضعیت یعنی ترس در بازار بیشتر، یعنی هر چقدر به صفر نزدیک میشه ترس در بازار بیشتر میشه، هر چقدر به 100 نزدیک میشه طمع در بازار بیشتر میشه. اما اگر طمع در بازار هم بسیار بسیار زیاد بشه، اون موقع باعث ریزش بازار هم میشه، یعنی بعضی وقتا تاثیر برعکس هم میذاره که ما با تواصمون به این مسئله هم باشه. ولی در حالت کلی عدد بالاتر از 50 از روند صعودی حمایت میکنه و عدد زیر 50 از روند نزولی، باعث میشه بازار به سمت فروش بره. امیدوارم به درتون خورده باشه. سوالی داشتید میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا وبسایت با ما در ارتباط باشید، سعی میکنیم در اولین فرصت به شما برگردیم. کامنت های زیر ویدیو رو من خودم شخصا در یوتیوب جواب میدم، شبکه‌های اجتماعی دیگر بچه‌ها جواب میدن، تیم پشتیبانی جواب میده، اما کانال یوتیوب رو کامنت ها رو من خودم جواب میدم. اگه سوالی مستقیم از خودم داشتید میتونید در کانال یوتیوب از من بپرسید. یا حق و تا ویدیو بعد، خدا نگهدارتون.